املین و ساعت های مهاجمان انتحاری در کابل. رد گزارش تازه سازمان ملل درباره شکنجه زندانیان از سوی وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی. ناتوان خواندن ناتای کشوی در جلوگیری از حملات آراس افغانانه در کشور. با تعویق افتادن تشکیل حکومت انتقالی در سوریه از سوی مخالفان حکومت بشار الاسد. و ایجاد چهار پارک صنعتی تازه در آینده نزدیک در کشور. سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه دوم ماه دل و سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه جنوری سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در یک حمله مهاجمان انتحاری بامداد امروز بر مدیریت ترافیک کابل سه پلیس کشته شدند و 11 تن دیگر به شمول سه پلیس ترافیک زخم برداشتند. فرمانده پلیس کابل میگوید که در این حمله 5 مهاجم داخل ساختمان مدیریت ترافیک کابل شده بودند که پس از 9 ساعت درگیری این مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. از سوی هم طالبان با پخش خبرنامه مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. شریف امیری جزئیات کامل این رویداد را به تصویر کشیده است که تقدیمتان می شود. نخستین انفجار از صبح زود آغاز شد، هنگامی که شاید بیشتر بخشای کابل هنوز در خواب بودند. حمله مهاجمان از انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری آغاز شد تا راه را برای ورود دیگر مهاجمان به داخل ساختمان باز کنند. با این کار 5 مهاجم توانستند تا خودشان را به ساختمان برسانند. هرچند در نخست 2 تن آنان از سوی نظامیان افغان از پا در آورده شدند. هم اکنون مهاجمان داخل ساختمان ریاست عمومی ترافیک هستند. با نیروهای امنیتی افغان هم در تلاش از پا در آوردن این مهاجمان است و درگیری هنوز هم به شدت میان مهاجمان و نیروهای امنیتی ادامه دارد. شدت حمله ها لحظه به لحظه بیشتر می شود و دود برخواسته از این رویداد از بخش های دوردست نیز قابل دید است. ما هم در تلاش نزدیک شدن به محل رویداد هستیم و درگیری ها یک بار دیگر اوج می گیرند. مهاجمان هنوز در طبقه اول ساختمان هستند و ظاهرا در تلاش هستند تا خودشان را به بام این ساختمان برسانند. انفجارها همچنان ادامه دارند. به نظر می رسد که اکنون مهاجمان توانستند تا به طبقه دوم ساختمان برسند. در اینجا هم رمزهای نظامی به آن نظامیانی که در پایین ساختمان هستند داده می شود. بخشهایی از ساختمان مدیریت ترافیک همچنان در آتش این حمله ها می سوزند. سرانجام مهاجمان توانستند تا به طبقه سوم این ساختمان برسند. در اینجا هم نظامیان افغان در تلاش ورود به ساختمان هستند، اما با گذشت چند دقیقه توانستند تا از راه‌های گوناگون به بام این ساختمان برسند. اما آتش درگیری در داخل ساختمان همچنان شعله‌ور است. همون بوتر که ما در بام بودیم که بوتر انتظار که درون قطعه شد و ما در بام بودیم که معلوم میشه بخشم. اما در این طرف ساختمان چی میگذرد؟ در این سو هم درگیری ادامه دارد و گاه گاه چرخ بالها به خاطر ماموریت نظارتی بر فراز این ساختمان پدیدار میشوند. سرانجام پس از در حدود 9 ساعت تمامی مهاجمان از پا در آورده میشوند. 3 نفر پلیس در دقایق اول پلیس ترافیک خلص علا بودند، اونا شهید شده. 4 نفر پلیس ترافیک هم سطحی زخمی شده و در انفجار موتری که در کوچه در طرف قراول ریاست ترافیک انفجار کرد، در اوج هم در حدود 8-7 نفر از هموطنهای ما که در خانه هایشان بودن سطحی زخمی شدند. هرچند پس از پایان ماموریت نظامیان افغان این نیروها بین خود هم درگیری هایی داشتند، اما سرانجام وضعیت به حالت عادی درآمد و این 4 را برای ترافیک باز شد. ریاست ترافیک کابل یکی از هدف‌های بسیار مهم برای مهاجمان پنداشته شده است، زیرا آنان با ورود به ساختمان ریاست عمومی ترافیک بخشی از پلیس سرحدی و نیز ریاست عمومی نظم و امن را آماج قرار می‌دادند. شریف امیری، طلوع نیوز.
در این حال وزارت امور داخله حمله گروهی مهاجمان انتحاری را بر ساختمان ریاست مدیریت ترافیک کابل برخواسته است. کاستی های نیروی امنیتی کشفی می داند. معین امنیتی وزارت امور داخله می گوید که نهادهای کشفی در جلوگیری از این گونه حملات ناتوان بودند. کریم امینی گزارش می دهد. چگونگی رسیدن مهاجمان انتحاری بر بخش های کلیدی پایتخت با وجود ده ها پاسگاه امنیتی در شهر همواره پرسش برانگیز بوده است. چهارشنبه هفته گذشته شش مهاجم انتحاری در عمق شهر کابل ریاست تحقیق امنیتی ملی را هدف قرار دادند. با این حال معین امنیتی وزارت امور داخله می گوید که این گونه حملات برخواسته از ضعفی که در دهات‌های امنیتی و کشفی کشور وجود دارند رخ دادند. مانند قضایای دیگر کمیاب و کاستی‌های خود در سیستم مختلف کشفی و اطلاعاتی خود درست است که ما داریم و اگر نمی داشتیم ایچنی نمی شد. ما اطلاعات دوامدار است و کارا هم دوامدار است. متاسفانه که بعضی حوادث صورت می گرفت. در همین حال شماری از آگاهان ناتوانی نیروهای امنیتی کشور را سخت انتقاد می کنند. مخالفین دولت در داخل پایتخت در جاهای بسیار مهم عملیات می کنند و تا حدی هم موفق هستند. دلیل چیست که تمام یا اکثر مسئولین دولتی مصروف جمع‌آوری پول، مصروف ازدیاد سرمایه، خریدن بلندمنزلا و جور کردن خانه‌های لوکس و مفشن هستند. این گفته‌ها در حال ابراز می‌شوند که انتظار می‌رود نیروهای امنیتی کشور تا سال 2014 میلادی مسئولیت تأمین امنیتی سراسر کشور را به عهده بگیرند. به دنبال پخش گزارش تازه سازمان ملل درباره شکنجه برنامه ریزی شده در زندان های افغانستان، وزارت امور داخله و ریاست امنیتی ملی می گویند که شکنجه در بازداشتگاه های زیر اداره نهادها در برابر زندانیان صورت نمی گیرد. این در حال است که سازمان ملل با نگرانی از افزایش شکنجه در بسیاری از زندان ها و بازداشتگاه های افغانستان خواهان رسیدگی جدی حکومت در این باره شده است. شکیلا ابراهیم خیل جزئیات را گزارش می دهد. سازمان ملل متحد در این گزارش در 89 بازداشتگاه با 635 بازداشت شده جنگی در بازداشتگاه زیر اداره پلیس و امنیت ملی در 30 ولایت کشور دیدار و گفتگو کرده است. این نهاد دریافته است که 14 روش شکنجه در این زندان‌ها در برابر زندانیان انجام می‌شوند. یافته های سازمان ملل متحد نشان می دهد که شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه زیر اداره پلیس نسبت به گذشته افزایش یافته است. از میان 286 تن این بازداشت شدگان، 43% آنان که شمارشان به 125 تن می رسد می گویند که در بازداشتگاه های زیر اداره پلیس شکنجه می شوند. اما وزارت امور داخله هر گونه شکنجه را در بازداشتگاه ها و زندان های زیر اداره این وزارت رد می کند. وزارت امور داخله حاضر است تا در پیوند به هر یک از موارد فوق یک جا با دفتر اونما بررسی های لازم را انجام دهد. وزارت امور داخله همچنان متعهد است که در صورت ثبوت هر یک از موارد شکنجه که در گزارش اونما آمده است با عاملان شکنجه به گناه جدی برخورد نموده و آن را به سزای اعمالشان برساند. بر بنیاد این گزارش با آنکه در زندان‌های ریاست عمومی امنیت ملی شکنجه و بدرفتاری با زندانیان ادامه دارد، اما بازداشت شدگان در بازداشتگاه ریاست عمومی امنیت ملی نسبت به گذشته شکنجه و بدرفتاری را کمتر تجربه کردند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که از میان 514 زندانی 35% آنان که شمارشان به 178 تن می‌رسد شکنجه شدند که نسبت به پارسال 12% کاهش را نشان می‌دهد. ریاست عمومی امنیت ملی نیز هر گونه شکنجه را در بازداشتگاه این ریاست رد می کند و آن را نوعی از جنگ روانی طالبان می داند. زندانیایی که به یونما شکایت نمودند به احتمال قوی یا آموزش یافتگان دستگاه استخباراتی و جنگ روانی هستند. کم یونما را فریب می دهند و هم نیادهای امنیتی افغانستان را تحت فشار افکار عامه قرار می دهند. بر بنیاد این گزارش بدرفتاری، لتوکوب، آویختن بازداشت شدگان از سقف، شوک برقی و تهدید زندانیان به تجاوز جنسی در میان 14 نوع شکنجه و برخورد نادرست است که از سوی سازمان ملل متحد شناسایی شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز وجود شکنجه را در زندانها و بازداشتگاه افغانستان تایید می کند. موجودیت شکنجه به این حد غیر قابل قبول است و نمیتونه به اصلاح
امو تعهداتی که دولت افغانستان در مقابل کنوانسیون های بین المللی و همچنان مکلفیتی که در مقابل قوانین افغانستان و قبول مردم افغانستان داره ایر برآورده بسازه. سازمان ملل متحد در این گزارش 64 توصیه را به حکومت و نهادهای جهانی ارائه کرده است و خوان اقدام بیدرنگ حکومت افغانستان برای رسیدگی به این مازل و نیز اصلاح نظام عدلی و قضایی کشور و پیگرد قانونی عاملان خشونت در برابر زندانیان شده است. تا هنگامی که کمیسیون مستقل حقوق بشر، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و نیز نهادهای امنیتی افغان تایید نکنند که بدرفتاری در زندانهای حکومت افغانستان پایان یافتند، روند سپردن زندانیان از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان آغاز نخواهد شد. سخنگوی ایساف یک بار دیگر تاکید می‌ورزد که ایساف روند سپردن زندانیان را به حکومت افغانستان به حالت تعلیق درآورده است. در این باره هم کریم امینی گزارش دارد. ایساف گزارش تازه سازمان ملل درباره برخوردهای نادرست و شکنجه زندانیان از سوی زندانبانان افغانستان در زندانهای امنیت ملی و پلیس افغانستان را معتبر می‌داند و نیز یک بار دیگر تاکید می‌ورزد که ایساف روند سپردن زندانیان به حکومت افغانستان را به تعلیق درآورده است. بر اساس گزارش یوناما، ایساف اعتبار آن را تثبیت کرده است. ایساف روند انتقال زندانیان را به حکومت افغانستان به حالت تعلیق درآورده است. در همین حال برخی از نمایندگان مجلس در حالی که شکنجه شدن زندانیان در زندانهای افغانستان را میپذیرند، اما درباره به تعلیق در آمدن روند سپردن زندانیان به حکومت کابل از سوی ایساف چنین دیدگاهی دارند. د امریکا د حکومت سره پیمان استراتیجیک اغه نظامی بخشه پاته د اډو خبره ده د قضایی مسونیت خبره ده او تاسو ګوري د اوباما د دورې نوې شروع کېدل دي د کرزی د دورې پای ته رسول دي د دې په سنکه د سولې پروسه ده روانه ده د څو سیاسي اړخونه لري چې ځینې خواسته زموږ حکومت د امریکایانو سره لري ځینې خواسته به امریکایان لري په هغه خواستو کې دوی جوړ نه دي سره غلي درې سب جمهور څکم سفر و امریکا ته نو دوی اوس د دلیل ګرځولې دي یا خلک با این هم سخنگوی ایساف تأکید می‌ورزد که روند آموزش و مشورت دهی برای زندانبانان افغان از سوی نیروهای خارجی ادامه دارد تا این زندانبانان بتوانند شیوه های برخورد با زندانیان را بر بنیاد قوانین افغانستان و نیز قوانین جهانی رعایت کنند. معلولین نباید مورد تحقیر قرار گیرند. مشاور وزارت مالیه در امور جهانی در مورد برنامه زنگ خطر می گوید که در بخش از این برنامه بر وی اهانت شده است. از سوی هم وزارت مالیه از تلویزیون طلوع می خواهد تا موقفش را در این باره اعلام نماید. در این حال مدیر مسئول تلویزیون طلوع می گوید که در این برنامه هست هیچ فرد مشخص نام برده نشده است و بر بنیاد قانون به کسی نیز اهانت نشده است. سید حامد دقیق یکی از مشاورین وزارت مالیه در امور جهانی نشر یکی از برنامه‌های زنگ خطر تلویزیون طلوع را انتقاد می‌کند و می‌گوید که در این برنامه به وی اهانت شده است و باید تلویزیون طلوع در مورد موقفش را روشن سازد. دولت افغانستان می‌خواهیم که موضوع را پیگیری بکنند و یک تعقیب عدلی قضایی از موضوع صورت بگیرد. این تنها ضربه و شخص خودمانی بلکه ضربه و تمام معلولین افغانستان است. چوال مو غواړو چې خپل د تلو تلویزیون خپل موقف واضح او د زنګ خطر همکاران خپل موقف واضح کړي. کله دوی نه دا اشتباه شوی زموږ درخواست ده چې دوی خپل اشتباه ومني او بیان کړي. در این حال مدیر مسئول تلویزیون طلوع با رد گفته‌های این مقام های وزارت مالیه میگوید که در برنامه زنگ خطر با آدرس هیچ فرد اهانت نشده است. ادعای مقامات وزارت مالیه جمهوری افغانستان را رد میکنم و موقف تلویزیون طلوع کاملا روشن است که نه در گذشته نه حال و آینده به آدرس اشخاص و نهادها توهین، تحقیر و حد که حرمت نکرده و نمیکنه. برنامه زنگ خطر یک برنامه تنزیه است. این در حال است که برنامه زنگ خطر تلویزیون طلوع چند پیش یک طنز را نشر نموده بود که به گفته وزارت مالیه نشر این طنز کاملا غیر اخلاقی بوده است. ادامه خبرها از طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز. تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه برای جایگزینی حکومت بشار الاسد به تعویق افتاد.
ائتلاف ملی سوریه که متشکل از مخالفان حکومت بشار الاسد است میگوید که کمیته 5 عضوی ایجاد شده است که تا 10 روز دیگر برای تشکیل حکومت انتقالی در سوریه پیشنهادهایش را به این ائتلاف ارائه نماید. همزمان با تلاش های ارتش آزاد سوریه برای سرنگون ساختن حکومت بشار الاسد، اعضای ائتلاف ملی سوریه که در نشست در شهر استانبول ترکیه سخن می گفتند، از تلاش های جدی این ائتلاف برای تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه خبر می دهند. یک عضو ائتلاف ملی سوریه می گوید که نشست در روز بعد این ائتلاف برای نهایی ساختن تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه در شهر قاهره مصر برگزار خواهد شد. ما یک گروه را ایجاد کردیم تا تشکیل یک حکومت انتقالی را در سوریه بررسی کند که چگونه ما بتوانیم یک حکومت را در آینده بسازیم. ما این گروه را 10 روز فرصت دادیم تا بررسی هایش را در داخل و بیرون از سوریه تکمیل نماید. ائتلاف ملی سوریه که 70 عضو دارد در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به حمایت کشورهای غربی و قطر تشکیل گردید. گفتگوها میان اعضای این ائتلاف برای تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه به روز 19 ماه روان میلادی آغاز شدند و سرانجام ایجاد حکومت انتقالی در سوریه تا 10 روز دیگر به تعویق افتاد. از سوی دیگر به تازگی کشتی حامل موشک‌های پتریوت آلمان و هلند به ترکیه رسید. هدف از جابجایی این موشک‌ها در مرز ترکیه با سوریه جلوگیری از دامنه ناآرامی‌های سوریه به مرزهای این کشور گفته شده است. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. باراک اوباما برای دومین بار به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تحلیف باراک اوباما با برگزاری مراسم کوچک در کاخ سفید انجام شد و مراسم بزرگ سوگند او امشب در بیرون از ساختمان کنگرس ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. آقای اوباما در حالی که دستش را بر کتاب انجیل قرار داده بود سوگند یاد کرد که از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا محافظت خواهد کرد. شمار قربانیان گروگانگیری در الجزایر به 48 تن افزایش یافت. با گفته مقام‌های امنیتی الجزایر 25 جسد دیگر گروگان‌ها از یکی از تاسیسات استخراج و تصفیه گاز در این کشور پیدا شدند. پیش از این مقام‌های الجزایری کشته شدن 23 گروگان و 32 گروگانگیر را تایید کرده بودند. وزیر خارجه استرالیا در دیدار با همتای هندیش در دهلی نو بر گسترش همکاری های دو جانبه تاکید می‌ورزد. جان کر در جریان این سفرش می‌خواهد تا درباره امضای توافقنامه همکاری های هسته‌ای غیر نظامی با مقام های هندی نیز گفتگو کند. برفباری های سنگین در چندین کشور اروپایی باعث مختل شدن نظام حمل و نقل و لغو صدها پرواز شدند. اداره های هواشناسی برخی از کشورهای اروپایی میگویند که این برفباری ها از روز جمعه گذشته تا کنون در این کشورها ادامه دارد. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. تا پایان سال 2013 میلادی 4 پارک صنعتی در کشور ایجاد خواهند شد. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان میگوید که این پارک های صنعتی در شهرهای کابل، مزار شریف هرات و برخی از ولایت های دیگر کشور ساخته خواهند شد. شهلا مرتضایی گزارش می دهد. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها می گوید که روند توزیع زمین برای ساخت پارک های صنعتی تازه با صنعتکاران در برخی از این ولایت ها جریان دارد. رئیس این اداره می گوید که برای ساخت پارک صنعتی کمری در کابل در حدود 3000 جریب زمین در نظر گرفته شده است. اولویت پلان ما پارک کمری در کابل در نظر داریم که پارک صنعتی در کابل جور کنیم، چرا اکثریت سرمایه گذارای داخلی و خارجی تقاضای زمین در مرکز افغانستان که کابل است داره و با ما هم انشاءالله همی پروسه را سرعت دادیم و امیدوار هستیم که تا آخر سال مالی تقریبا در حدود 4 پارک صنعتی در کشور ایجاد شود و سرمایه گذارا توزیع شود. در همین حال انجمن صنایع افغانستان این کار را برای توسعه اقتصاد افغانستان سودمند می داند.
اگر این پارک های صنعتی در افغانستان ساخته شوه و شخصی که سرمایه گذاری میکنه و عاجل تر به دسترس زمین داده شو همی سرمایه گذاری هستند که به مردم کار پیدا میکنه او دو مشکلات هم اقتصاد ما هم میشه هم مردم به مردم ما کار پیدا میشه این بسیار بهتر کار است و خدا کنه که این را عملی کنه. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها میگوید که بر بنیاد یک راهکار مشخص نخست به آن سرمایه گذاران و صنعتکاران زمین توزیع می شود که در حال حاضر در زمین های کرایی و بیرون از پارک های صنعتی فعالیت دارند. از آغاز برنامه همبستگی ملی تا کنون نزدیک به 400 شورای محلی در ولایت زابل ایجاد شده است. ولی زابل می گوید که این شوراها در تمامی ولسوالی های این ولایت برای پیشبرد برنامه های همبستگی ملی ایجاد شدند. والی زابل که در یک گردهمایی شوراهای انکشافی در این ولایت سخن می گفت می گوید که بیشتر برنامه های توسعه این ولایت از طریق برنامه همبستگی ملی را اندازی شدند. والی زابل این برنامه را یکی از برنامه های مهم برای مردم می داند و می گوید که از آغاز این برنامه تا کنون نزدیک به 400 شورای محلی در این ولایت ایجاد شده است. در 1.2 میلیون افغانی پا بانکی یو کالکی گسپراتی مون په د ملي پیوستون په پرګرام کې په بانک کې پرتی دي او تاسو شوراګانې هم جوړې کړې دي. موږ درته پیسې درکوو، موږ درته خپل کلي کې د پیغټ جومات جوړ کړه، په خپل کلي کې د غم خادۍ یو لویه اجره ورباندې جوړه کړه، په خپل کلي کې د خپل کاریز ورباندې وباسي. فرضاً په یو کاریز باندې 1500 کوره پراته دي، 1500 کورو ته موږ شل شوراګانې جوړولی شو، شل شوراګانو ته موږ $2,000,000 ورکولی شو. افغانستان د ملي پیوستون له خوا څخه په شاجوی کې جوړې شوې دي تقریبا 122 زړې شوراګانې جوړې شوې دي، خو په هغه کې متاسفانه زیات شوراګانې پاتې دي د بیامنیتۍ له وجې. دا ډېر کلونه کېږي چې په دې کې پلانکي شورا کار کوي، پلانکي شورا کار نه کوي. هڅوک یا د اکثر د طالبانو د فشار څخه نشي کولی دا کارونه. برنامه همبستگی ملی یکی از برنامه های مهم توسعه وزارت انکشاف دیهات است که در بسیاری از بخش های کشور با سهم 10% مردم عملی می شود. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 51 افغانی و 65 پول، یک یورو 68 افغانی و 50 پول، یک درهم امارا 14 افغانی و 10 پول، ازور روپی هندی 990 افغانی، ازور تومان ایرانی 15 افغانی و 40 پول و ازور روپی پاکستانی 522 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتون میکند. سلام، این همچند رویداد ورزشی. سیار بهادرزاده قهرمان ورزش‌های رزمی جهان فردا در برابر دونگ هونگ کیم مبارز از کره جنوبی داخل رنگ خواهد شد. این رقابت از سوی UFC یا اتحادیه جهانی ورزش‌های رزمی در ژاپن برگزار می‌شود. سیار بهادرزاده در سال 2007 برای نخستین بار لقب قهرمانی جهان را در ورزش مبارزه آزاد به دست آورد. سیار بهادرزاده چند ماه پیش به علت شکستگی استخوان دست راستش زیر عمل جراحی قرار گرفت، اما اکنون آماده است تا در برابر مبارزه کوریای جنوبی داخل رنگ شود. سمل پوش برتر کرکت افغانستان به دو باشگاه لیگ برتر کرکت بنگلادش پیوستند. محمد نبی ایساخیل، شاپور زدران و سمیع الله شینواری اعضای تیم ملی کرکت افغانستان هستند که به باشگاه های سالحت و خلبر رویل بنگلادش پیوستند. بورد کرکت افغانستان میگوید که این دو باشگاه حاضر شدند که برای حضور این بازیکنان در فصل 2013 رقابت های لیگ برتر کرکت بنگلادش برای هر ملی پوش کرکت افغانستان $30,000 بپردازند. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در نخستین دیدارش در رقابت های مقدماتی جام جهانی فردا شب در برابر قطر به میدان می رود. در رقابت های مقدماتی جام جهانی افغانستان در گروه اول با عمان، استرالیا و قطر دیدار می کند. این رقابت ها با حضور 16 کشور با میزبانی قطر برگزار شدند و در پایان 3 تیم برتر جواز حضور در رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی 2013 را به دست خواهند آورد. و اینکه رئال مادرید در مستایا جشنواره گل برپا کرد و 5-0 والنسیا را در هم کوبید.
در این دیدار که در چهارچوب هفته 23 لالیگا برگزار شد، کریستیانو رونالدو و دیماریا هر کدام دو بار و گونزالو هیگوین یک بار برای مادریدی ها گلزنی کردند. در دیدارهای دیگر اوساسونا 2-1 دپورتو لاکرونا را شکست داد و اتلتیکو مادرید 2-0 لوانتا را مغلوب ساخت. در جدول رده‌بندی تا کنون بارسلونا با 55 امتیاز در صدر است، اتلتیکو مادرید با 47 امتیاز دوم است و رئال مادرید با 40 امتیاز در رده سوم قرار دارد. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می کند. فردا کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 7. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 1. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 1. جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین منفی 1. و هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 3. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.